رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. روزتون بخیر. صبحتون بخیر. ممنون از برنامه خوب شما و اینکه این فرصت رو به من دادی که باهاتون صحبت کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. من صدای من واضح هست؟ صداتون بسیار خوبه، بفرمایید. خیلی ممنون. من 38 سالمه و 14 سال هستش که خارج از ایران زندگی می‌کنم. فرزند دوم هستم. یک خواهر بزرگتر از خودم دارم که 4 سال از من بزرگتر هستش. 10 سال هست ازدواج کردم. همسرم 35 سالشونه. فرزند اول و یک خواهر کوچکتر از خودشون دارم با 9 سال اختلاف سن. و ایرانی هستن؟ نه، با هم زندگی میکنن. نه ایرانی هستن عرض کردم. بله بله، همسرم ایرانی هست. و گفتی چند سال با هم ازدواج کردید؟ 10 سال هست. فرزندی دارید یا ندارید؟ نه خیر. اوکی. همینو میخواستم عرض کنم خدمتتون. خب آخر دو... ایشون خانه دار است. خب خانه دار که تو قرن 21 یک کسی که بچه نداره تو خونه چی کار میکنه؟ خانه داری؟ چقدر خونه رو باید نگه داشت نیفته؟ من عرض میکنم خدمتتون، تمام این نکات رو نوشتم و این جای بحث هستش واقعا. خب اول به من بگید هر دو چی خوندی چه میکنید، اون برای من مهمه. همه اینا رو عرض میکنم اگه اجازه بدید. من همه رو به صورت نوت نوشتم که هیچی رو از قلم نندازم اگه اجازه بدید. بفرمایید. ایشون خانه‌دار هستن، فرزند نداریم و این یکی از دلایل نداشتن فرزند این بوده که محل زندگیمون ثابت نبوده. ما تو این 10 سالی که با هم زندگی میکنیم تو 5 کشور زندگی کردیم و خب به صورت کوتاه مدت و بلند مدت تو امارات زندگی کردیم به مدت 7 سال. بعد برای اینکه من مستر دومم رو بخونم 6 ماه هلند بودم، بعد دوباره 6 ماه فرانسه بودیم، 6 ماه دوباره رفتیم استرالیا. اینا همشون به خاطر اون مسیر دومم بوده و دوباره برگشتیم ایران. نه ببخشید آخه منو نمیخوام قطع بکنم، آخه آدم برای گرفتن یه مسیر 4 تا کشور عوض میکنه؟ این بخشی از یک برنامه تحصیلی هستش تو اروپا به اسم اراسموس که دانشجو مجبور میشن که یک کشور حداقل عوض کنن برای اینکه اکسچنج کنن استودنت رو بین بین دانشگاه خودشون. این برای تبادل اطلاعات هستش. و خب به من چه؟ یکی از نه ببینید به من چه؟ من که قرار نیست به خاطر اینکه یه سیاستی هست، یه پیشنهادی هست، یه نوراهی هست که کشوری یا کشورهای انتخاب کردن اگر خیر و صلاح من درش نیست، من چرا بیفتم توی اون؟ شما که میتونید بگید اونا این تصمیم گرفتن، اونا این تصمیم رو گرفتن، ولی شما اونا رو انتخاب کردید. خب شما میتونید یه مستر بگیرید در یه رشته‌ای توی کشور بمونید، چون این جابجایی با توجه به اینکه همین اندازه که اشاره کردید زبان‌ها مختلف و متفاوته، فقط یه سرگردانی و یه کسیست که مثل که نمیخواد اینجا بمونه یا نمیتونه بمونه یا فکر کنه یه جای دیگه یه خبریه یا ای بره یه جای دیگه چیز دیگه میشه. برای که ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی که وجود داره در حالا زبانهای مختلف اینه که ما بالاخره یه جا جا میفتیم، ستل داون میکنیم، یه جا دیگه میشینیم، بعد از اون زندگی میکنیم. ولی اینکه من همجوری به خاطر اونم فوق لیسانس از اینجا به اونجا حرکت کنم و برم و بیام و بعدم خب سبب بشه وجود که ازدواج کردم، من نمیدونم، شاید بچه نخواهید، صاحب فرزندی نباشید، خانه و کاشانه ای ندارید، خب همه چیز یه مقداری به تأخیر میفته. تازه تو این گونه موارد بین زن و شوهر که همیشه توافق نیست که هر دو تا یه چیز بخوان، با یه چیز راضی باشن، یکی برای رفتن از این کشور مسئله داره، یکی ورودش به کشور دیگه داره، دو تایی که به هم نچسبیدید یا یه مغز که نداریم بگیم خب یه تصمیم رو میگیریم، یعنی اینا موجب یه مقدار اشکال و اختلاف میشه. مردم حتی سر خریدن نخریدن ممکنه یخچال یا صندلی و مبل هم تو خونهشون با هم اختلاف نظر پیدا کنن. من نمیدونم این انتخاب رو چرا فکر کردید درست بکنید برای که همچین چیزی باشه و فایدهش چی؟ اونم یه دفعه سر از کشورهایی در آوردید، از اروپا یه دفعه اگه اشتباه نکنم اشاره کردید به استرالیا. اینو برای من اگر میشه توضیح بدید که شناختی من از شما پیدا کنم، چون اطلاعات اونقدر کمکم نمیکنه که این کمک میکنه. بفرمایید.
فرمایش شما کاملا درسته، دقیقا من درک میکنم فرمایش شما رو. قضیه از این قرار هستش که وقتی که من ازدواج کردم، اول که مجرد بودم قبل از اینکه یعنی ازدواج کنم، من امارات زندگی میکردم و امارات یکی از خصوصیتایی داره که برای زندگی این هستش که اصلا شخصی که زندگی میکنه اونجا آینده مطمئنی از لحاظ استیبل بودن و ستل داون کردن نداره. و این خب این اولین و تقریبا بزرگترین اشتباه زندگی من بود که در واقع منشأ انتخابات سخت‌تر آینده شد. و بعد از اینکه ازدواج کردن ما سه چهار سال همچنان ادامه دادیم زندگی تو امارات رو، تا اینکه از لحاظ کاری من دیگه واقعا نمیتونستم تو اون محیط کار فعالیت بکنم، برای من سخت بود. شما در نظر بگیرید مثلا من بعد 6-7 سال کار کردن اونجا مثلا نمیتونستم حتی کردیت کارت داشته باشم و نمیتونستم مثلا از لحاظ بانکی اعتبار نداشتم، حساب بانکی داشتم ولی کردیت کارت نداشتم. خب این واقعا یک موزل بود برای من. نه تنها این، مسائل دیگه از لحاظ ویزا، هر چند سال یه بار باید ویزا تمدید میشد و این مسائل باعث شد که من به فکر مهاجرت بیفتم و ما اقدام کردیم، خیلی جاها اقدام کردیم. من برای استرالیا اقدام کردم برای مهاجرت قبل از اینکه اصلا بحث مهاجرت های به خاطر مستر دوم پیش بیاد، اقدام کردم واسه مهاجرت استرالیا ولی متاسفانه نشد. برای دانشجویی امریکا اقدام کردم، قبول هم شدم ولی خب اون بحث ترامپ پیش اومد، بنی که گذاشتن پیش اومد و ویزا به من تعلق نگرفت. واسه همین شد که ما تو یه برهه یک سال و نیمه تو سه تا کشور زندگی کردیم و الان عرضم به حضور شما که سه سال هستش که ایتالیا هستم و در واقع سه سال پیش به قصد خوندن PhD، بعد از اینکه حالا دیگه اون یک سال و نیم اون بحران به قول معروف اون دو سال یک سال و نیم بحران تموم شد، وقتی که دیگه برگشتیم ایران یک سال ایران بودم و من برای جاب اپلای کردم برای اروپا و سه سال پیش یه شرکتی تو ایتالیا منو قبول کردن به عنوان ریسرچر و به قصد خوندن PhD در واقع استخدام شدم. و ولی به دلیل اینکه تو این سه سال دانشگاه مناسبی برای PhD پیدا نشد توسط مدیر من، به من گفتش که ما به عنوان ریسرچر استخدام میکنیم نه به عنوان PhD استودنت. خب این خودش یه سری مزایا داشت از قبیل اینکه مثلا حقوق کارمندی من اینجا استخدام شد، نه PhD، و تکس میدادم که برای اقامتم خوب بود. و مزیت اصلی این بود که قرارداد 3 ساله بود و اگر تموم میشد که ژانویه همین امسال تموم میشه، مدیر من به من پیشنهاد قرارداد پرمننت داد. و تو این 3 سال همچنان ما دنبال PhD بودیم، من خیلی مشتاق بودم و تا چند وقت پیش، تا 3 ماه پیش که به من گفتش که خب من دانشگاه رو پیدا کردم، یه دانشگاه تو سوئده، تو همینجا میتونی کارمند من باشی، برای ولی یه چیزم بخونی ولی تو همین شرکت. و من با تمام اشتیاقی که داشتم برای یعنی بزرگترین هدف زندگی که از لحاظ کاری منظورم هستش، این واقعا خوندن PhD بود. ولی با این حال بهش جواب من نبود، با اینکه همیشه خودم بهش میگفتم که میتونیم دنبال PhD بگردیم برای من و ایشون در نهایت گفتن و من جوابم نبود. ولی یک داستانی هستش پشت نگفتن من که این حالا این بحث بیشتر برای من مطرح هستش و میخوام با شما در میون بذارم. تا الان برای شما سوالی پیش اومده در مورد؟ مثلا فقط نمیدونم یه کسی ایرانی رفته ایتالیا، در ایتالیا PhD در سوئد پیدا میکنه، بعدم میکنن میگن شما نمیخوای بیای اینجا، همونجا تو ایتالیا به اون دکتراتو بگیر. خب غالب اوقات این دکترا خیلی دکترای آبکیه. حقیقتش اینه که
گشتی تو اروپا تقریبا کاملا با امریکا و کانادا فرق میکنه. یه جورایی این کشتی اندوستریال میشه، یعنی در واقع من کارمند شرکت میشم، پروژه‌ای که شرکت داره. خب آخه عزیز من، نه ببینید صبر کنید، من حرفی ندارم شما، چون شما یه داستانی میخواید بگید که مجبورم عرض کنم 95% مردم که اصلا به اونا به هیچ کس مرتبط نیست، یه مسئله خیلی شخصیه. بعدم شما دنبال فرموده خودتون دنبال پی اچ دی میدید که پی اچ دی نیست که در ایران یا اروپا مثلا یا در امریکا میدن. بنابراین ارزش اونقدر نداره که اینقدر آدم تمام زندگیش بذاره برای گرفتن پی اچ دی. یعنی فایده این کار چیه؟ شما در امریکا به مجردی که از فوق لیسانس برید به پی اچ دی، در بیشتر موارد مزایای شما در طول زندگیتون 2 یا 3 برابر میشه. ولی اگر یه جایی باشه که به من بگن تو با گرفتن فوق لیسانس یا دکترا 10% اوضاع بهتر میشه، یا اونقدر خبری نیست، من چه دلیل داره دور اون محور بچرخم؟ برای که بعد من نمیدونم این میل برای گرفتن اون از کجا میاد. اونا وقتی همطوری که خودتون گفتید، برای من اگر یه کسی بگه من در ایتالیا نشستم میخوام دانشجوی دکترای کشور سوئد باشم که یه زبان دیگه داره، حالا من به زبان انگلیسی کار میکنم میفهمم، ولی این چیزی نیست که بعدن به من امتیاز علمی و مهارت‌هایی بده که بتونم یه جای کار خیلی خوبی پیدا کنم. بعدم شما تمام کوششتون تا به حال برای من این بوده که بگید یه قواعدی وجود داره بیرون که من خودم رو درگیر اون میکنم، حالا زندانی اون میشم. شما با انتخابتون، مثل این که من سوار هواپیما میشم از لس آنجلس برم نیویورک، با انتخابم که از لس آنجلس با هواپیما برم نیویورک، سبب میشه که لس آنجلس نباشم، هیچ جای دیگه دنیا هم نباشم. و شما با این انتخابهای مکرری که الان اشاره بهش میکنید، با هر انتخابی خودتون رو محدود کردید و محدود کردید و به اینجا رسیده که شاید نظر من غلط باشه و درست نفهمیدم، 20 سال از دیپلم شما گذشته هنوز تو کار درس و تخصص موندید، از 18 تا 38. یعنی بالاخره این باید به یه جایی میرسید. دلایلتون رو شنیدم که رفتم اونجا. خب چرا من برم یه کشوری که بهم فرض کن اجازه اقامت نمیده، کردیت کارت نمیده، فایده اونجا چیه؟ اونو چرا انتخاب کنم؟ بعد یا بیام یه جای دیگه که میدونم اینجا نمیخوام بمونم، میخوام برم یه جای دیگه. یعنی مادم ایتالیا، برای حالا میخوام برم استرالیا، میخوام برم امریکا. برخی از وقت متوجه سکوی پرواز هستم. خب اگر اینه، پس پای همون بیستم، اونجا خودمو درگیر کنم به یه کاری، یه درآمدی که پولی هم داشته باشم که اگر اومدم امریکا یا استرالیا یه پشتوانه‌ای باشه، یا همسرتون تا سن 35 سالگی همینجوری خانه‌دار نمونه. که خود شما در ایتالیا میدونید از 100 تا خانم 35 ساله مخصوصا اگه بچه نداره، 2 تاش هم خانه‌دار نیست، اصلا عادی نیست اونم. یعنی ایشون رو هم ناچار به یه نوع زندگی متفاوتی هر دو همدیگر رو درگیر کردید. یعنی فقط نشون دهنده اینه که من میخوام یه جایی برم که اینجا نباشه، میخوام یه کاری بکنم که این کار نباشه، دنبال یه مدرکی هستم که اینجا به من نمیدن، ولی یه پرسش اساسی مطرح نمی کنم. چرا نمیخوام مثل بیشتر مردم که یه راهی رو معلومه بر اثر چه کوشش و خطا، چه بر اساس در حقیقت علم و اطلاعات و مشورت و تفکر رسیدن، خب من دنبال اونا برم، یه جایی برم که باشه. حالا اونا همه گذشته، بیایید ازش بگذاریم. ما میریم پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم. لطف کنید، چون اون شناختی که من با تا حدودی از نظر روانی از شما داشته باشم، تا حدودی احتمال خطا و اشتباهش بسیار دارم، تفاوتتونم با بقیه متوجه هستم، حتی با ذهنیت خودم، به من بفرمایید الان مسئله‌ای که در مقابلش قرار دارید و یا پرسشی که برای شما یا پرسش‌هایی که براتون مطرحه کدامه، شاید من بتونم نظری داشته باشم که خدمتتون عرض کنم. با توجه به فرمایش‌های شما، من داشتم فکر می‌کردم که میتونم بحثمو به 2 قسمت ادامه بدم. یکی این که شما فرمودین که خب چرا پی اچ دی، این ریشه در گذشته من داره. نه من ببینید عزیز، من حرفی ندارم بشنومتون، من خدمتتون عرض کردم چون میتونه ادامه پیدا کنه. آدم ها میتونن به این دلیل اصلا دنبال پی اچ دی برن که در 5 سالگی پدرشون گفته این بهترین کار دنیاست. آدم ها میتونن 4 تا دوست داشته باشن که رفتن پی اچ دی گرفتن، زندگیشون خیلی خوب شده. من دنبال چرایی نیستم. من عرض من این است که شما دنبال پی اچ دی معمول نرفتید، یا توضیحاتی که دادید
که برای منم آگاهی ازش نداشتم اون نیست. مرزم این است الان پرسش و مسئله چی هست؟ چراییشو رها کنید. الان چه و چگونه برای من موضوع شماست؟ الان مسئله که در مقابلتونه یا پرسشی که هست یا تصمیمی که در مقابل شما و همسرتون هست چیه؟ درست. الان بحث یک کشور دیگه مطرح میشه و این دقیقا میتونه با صحبتهای شما یه جورایی همخونی داشته باشه، یعنی یه جورایی ربط داشته باشه و شما بیشتر متعجب بشین از اینکه خب این شخص خب داره یه کار دیگه، یه کار خطرناک دیگه، یه انتخاب بد دیگه میکنه. و من بعد از اینکه گزینه پی اچ دی تو این شرکت رو رد کردم به دلایلی که نتونستم با مدیرم اینجا کار بکنم، با اینکه همچنان قرارداد من قرار دائم بشه، من یک گزینه پی اچ دی تو کشور سوئد پیدا کردم، تو یک دانشگاه سوئد که تو شهر شمالی هستش، شهر شمالی سوئد. و خب همونجور که شما بهتر از من میدونین آب و هوا اونجا بسیار متفاوته از جایی که ما هستیم، ما تقریبا قلب اروپا هستیم. و این بحث رو میخوام با شما مطرح بکنم اگه اجازه بدید. در چه رشته‌ای هست این پی‌اچ‌دی؟ این پی‌اچ‌دی تو قسمت سولار ترم انرژی هستش، مربوط به رشته خودم هستش. اوکی بسیار. سوال اینجاست که با توجه این که من اینجا از لحاظ کار و زندگی بعد از سه سال تقریبا جا افتادم و همونطور که گفتم از ژانویه امسال قرارداد دائمی خواهم داشت، یعنی که تا من نخوام از شرکت جدا بشم اونا نمیتونن قراردادشون با من فسخ بکنن. خب این یه پوان خیلی مثبته، مخصوصا تو اروپا و هر جای دنیا میتونه باشه. وقت درآمدش چطور؟ درآمد خوبی است که زندگی شما؟ درآمد راضی هستم، راضی هستم. و خب این میتونه راهو برای گرفتن اقامت و پاسپورت و اون ستل داون شدن و در واقع یه زندگی ثابت رو راهو باز بکنه. با توجه به اینکه از 2009 که از ایران خارج شدم و با توجه به اطلاعاتی که به شما دادم نتونستم چنین استابیلیتی برسم در واقع. از طرف دیگه از اونجایی که یکی از اهداف من واسه از بحث کاری کریر دیولوپمنت هستش و گرفتن پی اچ دی، این تردید به وجود میاد تو من که خب حالا من قرار شده برم سوئد و یکی از شمالی ترین شهرهای سوئد که آب و هوا فرق میکنه، زمستونای سخت داره، روز کوتاه میتونه باشه و عملا دو فصل داره، محیط کار و زندگی جدیده. و بحث این هستش که یک قرارداد کاری دائم نیستش و 4 ساله هستش و بعدش معلوم نیستش که بتونم من تو کشور سوئد بمونم یا نه. از طرف دیگه خب یه بحث یه ادوانتج داره، اونم اینه که از طریق زبان انگلیسی اونجا بهتر صحبت میشه، بیشتر صحبت میشه. ولی این یه ای به دیگه هم داره، مردم اونجا درسته که زبان انگلیسی رو بیشترشون میدونن ولی به هر حال سوئدی ترجیحش اینه که با یه سوئدی صحبت کنه. برای اون نقاط شمالی که میگید، من اتفاقا اونجا بودم به دلیل پروازی که داشتم. من همینقدر میتونم بگم که شاید اگر شما در اون شهری که من بودم آب دهان رو مینداختی تا میرسید به زمین یک میزد. یعنی میدونید آخه شما میخواید برید اونجا چی کار کنید که عنوان پی اچ دی بدید؟ شما این مثلا چند میلیون نفر منتظر مقام پی اچ دی شما؟ آیا چیزیش برای خودتون انقدر بزرگ و مهمش کردید؟ بعدم در سن 38 سالگی همسرتونم 35 سالگی توی کشوری مانند ایتالیا به شما کار دادن، میفرمایید حقوقتون هم خوبه، تمومش کنید. اصلا چه دلیل داره باز دوباره پی اچ دی را بیفتی که چی بشه؟ پی اچ دی که امروز در بسیاری از نقاط جهان به از یه مسیر عادیش به دلایلی که وجود داره و نوع آموزش و پرورش برای یه دهی به سادگی به دست میاد، سواد ای بسا لیسانس هم ندارم، طور که در ایران وقتی که یه عده دکترا میگرفتن از برخی از کشورهای حتی اروپایی مینوشتن معادل لیسانس،
یعنی واقعا در اون حدم بیشتر نبودن. علتی که دارم میگم خدمت شما، اینقدر مسئله مدرک رو رها کنید. من خاطرم از در ایران سر کلاس همیشه میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، دانشجو نمیگفتم. ولی شما آخه بیش از حد تو 38 سالگی هنوز میخواید برید 3-4 سال که دکترای بگیرید، بعد تازه معلوم نیست همون جایی بخواید کار کنید که اصلا وحشتناک سرماش، یعنی تمام دست و بال بسته است. بعد اونجا شما نه ارتباطی پیدا میتونید بکنید اون برای یه همچین زندگی سختی با سوئدیا، نه ایرانی نه کسی دیگه اونجا خواهد بود. این شهرام شهرهای بسیار کوچکی هستن. بعد تازه بخواید بیاید یه دکترای دارید شما با این فرض که چون در سوئد تحصیل کردید در سوئد کار پیدا کنید، باز هنوز بخواید یه سرگردانی رو مثلا 5 سال دیگه، 4 سال، 5 سال دیگه بعد از تموم شدن این قسمت داشته باشید. بس دیگه، میخواید به کی چی رو ثابت کنید عزیز؟ من حتی میتونم پیشنهاد کنم شما میتونید از طریق مکاتبه ای 3 تا دکترا از امریکا بگیرید. میتونم بهتون توصیه کنم کجا. خب پی اچ دی بگیرید، بذارید توی کارنامه تون هر کی گفت بگید یکی هم ندارم، 3 تا دارم. اینجا با چند هزار دلار میشه پی اچ دی در خیلی از رشته ها گرفت، حتی در این شهر ما. بنابراین نه، به نظر من بس کنید دیگه عزیز. من نمیدونم شما چرا اینقدر ناراضی هستید از آنچه که هستید و دارید، میدونید اون مسئله منه. در حالی که اگر با من کمی آشنا باشید، واقعا این یه بیت شعر خیلی خیلی تو زندگی من کمک کرده. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. شما پیشتون آرایش قفس فرج من بردن، منو بردن توی قفس. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. من نمیخوام برم توی قفس طلایی، فقط دلم خوشه قفس من طلایی، من که میتونم بیرون برای خودم بچرخم، حالا قفس طلایی نباشه. یعنی من اصلا ارزش و اهمیتی ابدا برای هیچ کس در اون حد برای فقط یه مدرک نمیبینم. که شما هنوز اگر حتی 28 سالتونم بود میگفتم چرا، اگر ازدواجم نکرده بودید سوال داشتم. چرا اسم اینکه ازدواج کردید، یه همسر 35 ساله دنبال خودتون بکشید ببرید سوئد، اونم تو اون نقطه 4 سال که میخواید در دکترا بگیرید. بعدش تازه برخی از اوقات ای بسا درآمد این 4-5 سالی که از دست میدید اگر اینو نگه دارید، شاید حتی بعد از گرفتن پی اچ دی، حتی اگر بهترین کارم پیدا کنید، تا 10 سال بعد، یعنی این درآمد 15 ساله شما همینجا که هستید خیلی بیشتر از درآمد 10 ساله شما بعد از دکتراتون. از نظر مالی هم که نیست. بعدم گفتم یه زمانی هست که ما درگیر یه ارتباطات عمومی و اجتماعی هستیم که صلاحمونه. اصلا شما تو رادیو تلویزیون هستید، داشتن مدرک دکترا اصلا چهره نام شما رو و جایگاه شما رو عوض میکنه. برای که نه اینکه به هر حال این عنوان مسئله است، با هم رو درواسی که نداریم، اما یه زمانی است که من اینو میگیرم برای خودم. من اتفاقا 2 تا از عزیزانم دوربر من هستن که از دانشگاهی بسیار معتبر، بسیار عالی لیسانس رو گرفتن، فوق لیسانس رو گرفتن، درسای دکترا رو هم پشت سر گذاشتن، کاملا تخصص داشتن، یکی 2 تا پروژه بهشون خورده، اون پروژه‌ای که باید برن بدن دکتراشو بگیرن دنبالش نرفتن. جالب اینه که وقتی هم باشون صحبت کنین میگن من با اون دکترا هیچ فرقی در جهت حقوق و استخدام هم مثلا در ایالت کالیفرنیا به عنوان یک کسی که اجازه انجینیرینگ داره بهم نمیدادن، ولی تمام زندگیشون رو باید به هم می‌ریختن. شما خیلی بیش از اون داری تغییر می‌دید. اینکه من ابدا بهتون توصیه نمی‌کنم که شما دنبال پی اچ دی سوئد راه بیفتید و اصلا این ذهنیت رو برای گرفتن دکترا ادامه بدید. برای تازه من فکر میکنم اگر در ایتالیا باشید و خودتون به اوضاع مسلط کنید، ای بسا درهای دیگری در خود کشور ایتالیا برای برخی از رشته‌های مرتبط براتون پیدا بشه اگر دلتون میخواد، بدون که کشور عوض کنید، باز دوباره گرفتار تغییرات زبان و فرهنگ بشید. برای اگر مایلید صاحب فرزند بشید، دیگه نمیشه این بازی جا به جایی رو ادامه داد. و بعد من فکر کنم بسیاری از هموطنان خوب و عزیز در سراسر جهان اگه بهشون پیشنهاد 5 تا یا 3 تا کشور رو بکنن بعد از ایران یا جایی که هستن، جز 3 تا کشور بعدی که شون ایتالیا رو انتخاب. ایتالیا کشوری است که مخصوصا با توجه به ویژگی های ما ایرانیان یه جای مناسبی است. درسته سالهای سال جنگ های ایران و روم رو داشتیم، ولی
به نظر میرسه که حالا بیش از همه با هم دوستیم یا میتونیم دوست باشیم. به همینجاست که من فکر کنم شما دیگه باز دنبال، مجبورم این لغت بد رو به کار برم، در بداری دوباره نباشید قربونه. بس بله. به قول انگلیس ها enough is enough، یعنی واقعا دیگه کافیست. به نظر من بهتر است که همینجا فعلا باشید. مطمئنم اگر اینقدر اشتیاق به داشتن اون عنوان دارید که اصلا نمیخوام بدونم چرا، همچنان این امکان برای شما فراهم میشه، برای که هنوز الان در امریکا بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن اونور 40 ساله، اونور 40 ساله، یعنی نشون میده ما در دنیا امروز با توجه به طول عمر مخصوصا تو این کشور 80-90 ساله و اینکه هنوز میتونن 30 سال با دکترهاشون کار بکنن، دلیل نداره حتی آدم در اون سن و سال هم دنبالش نره، ولی نه اینکه بقیه زندگی رو به هم بزنه برای اون کار. بله، ما یه دوره دانشجویی داریم که فقط به اصطلاحی که در ایران میگن کار ما فعلا دانشجویی است. خب بنابراین یه پسر یا دختر 20 ساله میشه گفت خب درس تو بخون، ولی برای یه آدم ازدواج کرده که این همه جابجا شده با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف و تجربیات متنوعی روبرو هست تو این سن و سال، باز دو مرتبه این که موضوع اصلی و اساسیه من اینه که درسمو بخونم دیگه بسته، یه روز اعلان بازنشستگی بدید. این به اصطلاح بهش میگن چیه، پروفشنال استودنت، یعنی این که من حرفم دانشجویه، از اون در بیای تو به هر حال مسئولیت زندگی رو بپذیری. تو امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. من نظرم رو که خیلی برای خودم روشنه، تردیدی توش ندارم، خدمتتون گفتم دیگه، این انتخاب شما و همسرتون هست که چه می‌خواید بکنید. امیدوارم بهترین ها رو که سزاوار شایسته‌اش هستید رو پیدا کنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.